مدیر عمومی محبس ننگرهار در حال گرفتن رشوه دستگیر شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. مدیر عمومی محبس ننگرهار در حال گرفتن رشوه دستگیر شد. مدیر عمومی محبس ولایت ننگرهار و سکرترش به جرم اخذ رشوه بازداشت شدند. به گزارش اسپوتنیک، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله با نشر یک خبرنامه نوشته است که این افراد به طور بالفعل توسط امنیت داخلی وزارت امور داخله بازداشت شدند. در خبرنامه آمده است نصرت الله مدیر عمومی محبس ولایت ننگرهار و سکرتر مدیر عمومی محبس ننگرهار به مظنونیت اخذ مبلغ 200 هزار افغانی پول نشانی شده طور رشوه بالفعل توسط امنیت داخلی وزارت امور داخله بازداشت گردیدند. همزمان با این سخنگوی وزارت داخله از گرفتاری برخی از مقامات مبارزه با مواد مخدر به جرم دست داشتن با باندهای قاچاق مواد مخدر خبر داده است. مسعود اندراوی: طالبان با استخبارات بیرونی در تعامل هستند. سرپرست وزارت داخله: طالبان در تعامل با استخبارات بیرونی و چتری برای گسترش و حضور شعبه های مختلف تروریستی بین المللی دانست. به گزارش اسپوتنیک، مسعود اندراوی سرپرست وزارت داخله افغانستان امروز تاریخ 6 فوریه در برنامه چالش ها و فرصت های اصلاحات پایدار در وزارت امور داخله در انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در مورد عقیدتی بودن یا اقتصادی بودن جنگ طالبان گفت. طالبان شکل شده از شبکه های مختلف می باشند. طالبان چتر انکشاف و حضور تروریست و بین ملی می باشند. طالبان با استخبارات بیرونی برای پیشبرد جنگ نیابتی در تعامل هستند. در عین حال آقای اندراوی نیز افزوده است که آتش بس یگانه راه رسیدن به صلح دائمی است. از سوی هم سرپرست وزارت امور داخله با اشاره به تلاش های رهبری این وزارت روی ظرفیت سازی نیروهای پلیس ملی گفت که رهبری وزارت امور داخله برنامه های متعدد را روی دست دارد که اعتماد سازی میان پلیس و مردم نیز در این برنامه ها را متمرکز می باشد. و همچنان افزود بس دوم مصاحبه مهمات پلیس است. ما امسال بیشتر جنگ کردیم نسبت به سالهای گذشته، اما تا 21 میلیون مهمات کمتر مصرف شد. مسعود اندراوی گفت رهبری این وزارت تلاش دارد که این ارگانها را مطابق به عصر امروزی پاسخگو به مشکلات و نیازمندی های مردم عیار ساخته است و خدمات را به گونه معیاری برای شهروندان کشور ارزان نماید. امریکا خواهان افزوده شدن چند مورد تازه در طرح کاهش خشونت ها شدند. گروه های کاری نمایندگان امریکا و نمایندگان طالبان در قطر به گونه وقفه ای کارهایشان را به پیش می برند و منابع آگاه از این گفتگوها می گویند که به تازگی امریکا خواهان گنجانیده شدن چند مورد تازه در قطر کاهش خشونت ها شدند. به گفته این منابع یکی از موارد مطرح شده این است که کاهش خشونت ها باید دراز مدت باشد. پیش از این منابع گفته بودند که دو طرف درباره طرح کاهش خشونت از 7 تا 10 روز به توافق رسیده بودند. مجیب رحیمی سخنگوی رئیس اجرایه میگوید که زلمه خلیلزاد در سفر اخیرش به کابل گفته است که پیشنهاداتشان را درباره افزایش مدت کاهش خشونت ها پیش از سفر به کابل به طالبان سپردند. آقای رحیمی افزود آقای خلیلزاد در این سفرشان امیدوار بودند و
و نظرشان این بود که طالبان با بحث‌های جدی‌تر آمدند و طرح‌های طالبان در یک میزان بود که برای ما در بخش کاهش خشونت‌ها قابل قبول نبوده، اما شرط و شرایط بیشتر را مطرح کردیم و منتظر جواب طالبان هستیم. هرچند این پیشرفت‌ها در روند سال در قطر آهسته گفته می‌شوند، اما زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل میگوید که تصور ناکامی این گفتگو یک گزینه نیست. فکر میکنم که ناکامی در روند سال یک گزینه نیست، اینکه موضوع خوشبینانه نه، بل موضوع سال و امنیت برای برادران و خواهران افغان ها ما است که واقعا رنج ها و مشکلات زیاد را تحمل کردند و این جنگ باید به پایان برسد. در همین حال برخی از اعضای پیشین گروه طالبان پنجشنبه هفته در نشست در کابل گفتند که امریکا و گروه طالبان به امضای توافقنامه صلح نزدیک شدند و کاهش خشونت ها در واقع یک آتش بس غیر رسمی است. سید اکبر آقا رهبر شورای نجات افغانستان و عضو پیشین گروه طالبان بیان داشت: کاهش خشونت ها یک آتش بس غیر رسمی است و ما از حکومت نیز میخواهیم که به خشونت ها کاهش بدهند. مولوی قلم‌الدین رهبر حرکت انقلاب اسلامی افغانستان و عضو پیشین گروه طالبان نیز گفته است: توافقنامه صلح امضا می شود و این مشکلات که پیش رای ما آمده است مانع امضای این توافقنامه نخواهند شد. پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز از ادامه گفتگوهای سال با طالبان سخن گفته است و تاکید ورزیده است که طولانی ترین جنگ امریکا پایان خواهد یافت و نیروهای امریکایی به خانه برخواهد گشت. مخالفت ریاست اجرایه با آیت پیشنهاد شده ریاست جمهوری برای سال. مجیب رحیمی سخنگوی رئیس اجرایه روز سه شنبه یعنی 15 دلوه گفته است که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دیدارش با رئیس اجرایه خواهان ایجاد یک آیت فراگیر و ملی برای گفتگو میان افغانان شده است. سخنگوی رئیس اجرایه میگوید که آیت ایجاد شده از سوی ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست و این آیت باید در مشوره با احزاب و جریان‌های سیاسی ایجاد شود. از سوی هم برخی سیاستگرانی که با آقای خلیلزاد دیدن نیز میگویند که امریکا خواهان ایجاد یک آیت برای گفتگوی صلح است. ریاست اجرایه برخی از گفته‌های دیدارهای دو به دوی رئیس اجرایه با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان را در میان می‌گذارد. یکی از این گفته‌ها روی ایجاد یک آیت فراگیر و ملی برای گفتگو میان افغانان بوده است. مجیب رحیمی سخنگوی رئیس اجرایه گفت: هم تاکید آقای خلیلزاد روی تشکیل یک آیت فراگیر بود و هم تاکید تمام دوستهای بین‌المللی ما به شمول نمایندگان سازمان ملل این بوده است که باید یک تیم ملی و همشمول ایجاد شود. آقای خلیلزاد در دیدارش با برخی سیاستگران نیز بر ایجاد یک آیت همشمول تاکید کرده است. احمدالله علیزاده رئیس حزب اساس نو افغانستان گفت: خواست خلیلزاد این بود که یک آیت همشمول ایجاد شود که نمایندگی از تمام افغانستان بکند تا این آیت بتواند که به گونه جامع با طالبان مذاکره بکند. اما ریاست جمهوری میگوید که در ایجاد آیت گفتگو کننده با گروه طالبان با تمامی گروه ها، احزاب و جریان‌های سیاسی مشوره شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت: اگر قرار باشد که از تمامی جناح‌های سیاسی یک لست از همکارانشان را داشته باشیم، بدون شک که به نتیجه نمی رسیم. اینان بالای حکومت اعتماد کنند، ما در روند مشوره خواهی، ما با سیاسون کار می کنیم. هرچند ریاست جمهوری درباره ترکیب و شمار اعضای این آیت چیز نمی گوید، اما تاکید می کند که شمار اعضای این آیت کمتر از 20 تن
خواهد بود. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.